طلاق و جدایی، حدیث فولادوند و رامبد شکرابی بعد از 11-12 سال زندگی مشترک. ماجرای این طلاق جنجالی رو بهتون میگم و اینکه علتش چی بوده و حواشی و واکنش هایی که افراد مختلف نسبت به این ماجرا داشتن. با ما تا پایین این ویدیو همراه باشید، ماجراشو بهتون میگم. برای اینکه ویدیوهای جنجالی بعدی رو هم از دست ندید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. تو خونه خشونت دارین؟ زیاد جان، زیاد خشونت نه، ولی حالا به هر حال اختلاف نظر و اینا که وجود داره حتما. سلام سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال خودتون، کانال زرد تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. حدیث فولادوند که یکی از پرکارترین بازیگران دهه 80 بودش و اون من هم توی فیلم های تجاری و پرفروش بازی میکرد. او متولد سال 56 و الان 44 سال سن داره. جالبه بدونید که امروز یعنی 19 دی ماه هم روز تولدشه. حدیث فولادوند توی سال 1389 یعنی 11-12 سال پیش با رامبد شکرابی، بازیگر نسبتاً کمکار سینما، ازدواج کرد. البته توی چند تا کار به صورت مشترک با هم همبازی بودن که احتمالاً زمینه آشنایی این دو نفر بوده. این دو نفر به تازگی بعد از 11-12 سال زندگی مشترک از هم جدا شدن. حدیث فولادوند بعد از ازدواجش خیلی خیلی کمکار شد و بعد از یه مدت هم کلن با همسرش از تهران مهاجرت کردن و رفتن شمال کشور ساکن شدن. اونجا هم یه دونه مزون و فروشگاه بزرگ لباس زنونه تأسیس کردن و کلن هر دوشون از فعالیت‌های هنری یه ذره فاصله گرفتن. اولین نفری که خبر طلاق و جدایی این دو نفر رو رسانه‌ای کرد پرسو صالحی بود که نسبت به ماجرای این طلاق این زوج سینمایی واکنش نشون داد و این استوری رو گذاشت و خطاب به حدیث فولادوند گفت: خواهرم، رفیقم، ایمان دارم در مسیر تازه زندگیت خواهی درخشید. همچنان زیبا، پرقدرت و جسور. گاهی تنها یک شروع دوباره است. خود حدیث فولادوند هم این ویدیو رو از خودش با برادرزاده‌اش منتشر کرد که کنار دریا وایستادن و از یه شروع فصل جدید زندگیش خبر میده. حدیث فولادوند امروز تمام پست ها و عکس های مشترکی که از رامبد شکرابی توی پیج اینستاگرامش بود آرشیف کرد یا پاک کرد و خود رامبد شکرابی هم که جز فالوینگاش بودش آنفالو کرد. ولی خب خود رامبد شکرابی که خیلی هم پیج اینستاگرام فعالی نداره و سالی یکی دو تا عکس میذاره و مدت ها هم ازش که اصلا خبری ازش نیست، فعلا واکنشی نسبت به این جدایی نداشت و نه آنفالو کرده نه عکس ها رو پاک کرده، احتمالاً یوزر پسوردش رو فراموش کرده یا گم کرده. در صورت ماجرای جدایی این دو نفر به این شکل بودش. حتما نظرتون تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید و اگرم ویدیوی این سبکی دوست داشتید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم ببینید.